اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه است، شب 23 ماه مبارک رمضان، شب رحمت و مغفرت و قدر، شبی که باید قدرش رو شناخت. توفیق پیدا شد امشب محضر شما باشیم. من عرایزم رو در دو قسمت تقدیم میکنم. قسمت اول راجع به اهمیت شب 23. اولا میدانید حدیث داریم خداوند سه چیز رو مخفی کرده. بعضی چیزا مخفی بودنش حکمت داره، مثلا ظهور امام زمان مخفیه، ما نمیدونیم کیه، گفتن کسی هم حق نداره وقت تعیین کنه. آمدن قیامت، مت الساعه، غیب پیغمبر میگفتن پس این قیامت کی میاد، خب آمدنش مخفیه. بعضی از امور مثل قبر حضرت زهرا سلام الله علیها، خب مخفیه، حکمت داره، وصیت کرده. در این حدیث هم داریم خداوند سه چیزو در بین شما مردم مخفی قرار داده. ان الله اخفا ثلاثا فی ثلاثه، خداوند سه چیز رو در سه جا مخفی کرده. یک، اخفا ولیه بین الناس، ولی خودش، آدمایی که جزء اولیاء الله هن، دعاشون مستجابه، خدا خیلی قبولشون داره، این بین مردم مخفیه. الان شما هزاران نفر اینجا نشستید، کی ولی الله؟ نمیدونی. به پیر و جوانیه؟ نه. به درجه است؟ بگیم یکی سرهنگ مثلا بالاتره، یکی نه. به لباس؟ نه. به زن و مرد؟ نه. خداوند مخفی کرده. چرا ولیشو بین مردم مخفی کرده؟ لئلا یحتقر احد احدا، برای اینکه هیچ کسی رو تحقیر نکنه. کی فکر میکرد حر جزء اولیای خدا بشه؟ اگه من و شما بودیم اون روزی که حر را امام حسین و بس، خدایی چه برخوردی باش میکردیم؟ چی بهش میگفتیم؟ اینی که امیرالمومنین میفرماید در نهج البلاغه است، شما برای شرترین آدمام نگید این شر از دنیا میره. لا تیأسن لشر هذه الامه، یأس ایجاد نکنید. چه میدانی؟ یه وقت میبینی این آدم تغییر میکنه، عوض میشه. چی فکر میکرد یه جون سیاه چهرهی در کربلا کار به اونجا برسه، امام حسین بیاد صورت رو صورتش بذاره؟ خدا بندگانش رو میان مردم مخفی کرده. کسی رو تحقیر نکن، به تیپش، به قیافش، به لباسش نگاه نکن. این یک. دوم فرمود اخفا لیلت القدر بین اللیالی. شب قدر تو ماه رمضانه، ولی خداوند بین شبهای ماه رمضان مخفی قرارش داده. چرا؟ حتی یجتهد الانسان فی الخیرات فی جمیع اللیالی. شما همه شبای ماه رمضان صدقه بدی، نماز بخونی، حالا ممکنه مراسم احیا انجام ندی، ولی احتمال بدی این شب اون شب یه دعایی بخونی، که مشغول باشی به این که شبهای ماه رمضان هدر داده نشه. سوم فرمود خدا رضایتشو توی عمل خیر قرار داده. عمل خیر باعث رضایت خداست.
علامت هم نداره بگیم عمل خیر حتما زیارت امام حسین یا زیارت خانه خداست. اونا مسلم خیره، ولی یه وقت ببینی همین امامزاده سر کوچه‌تون هم که میری زیارت، خداوند یک ثوابی به شما میده. همین کلوخی که از سر رای مردم برمیداری، امام سجاد سوار مرکب بود، یک کلوخ سر رای مردم بود، برداشت انداخت کنار، فرمود یه وقت ببینی همین ما رو بهشتی میکنه. افعل الخیر، حدیث میگه کار خیر رو انجام بدید و کار خیر رو کوچیک نشمرید. بعضی دنبال کارهای دونه درشتن. نه، سه چیزو خدا مخفی کرده: ولیشو بین مردم، شب قدر رو بین شبای ما رمزون و شبهای این ما، و رضایتشو بین کارهای خیر. منتها یک نشانه ها و علامت هایی داریم نشان میده شب قدر در شب 23 و امشبه. اون نشانه هم زیاده، یکی دوتا نیست که بگیم مثلا از کنارش رد بشیم. یکی از اون نشانه ها این است که سید ابن طاووس میگه رسول خدا شبای 23 یرش الماء، آب میزد به صورت اهل خانه که خواب نرن، میگه امشب هیچی نخوابید، بیدار باشید. شبای 23 این کارو میگه. یکی از اون علامت های این حضرت زهرا شب 23 عصر بچه ها رو میخوابان، سر شب قضا میداد، میگفت امشب بیدار باشید. با اینکه شما میدونید بچه های حضرت زهرا کوچک بودن، 5 سال 6 سال سنی نداشتن، مکلف نبودن، بالغ نبودن، نمازم به گردنشون نبوده، اما حضرت این بچه ها رو آموزش میداد، تربیت میداد، میفرمود امشب اگر کسی محروم بشه حیفه، المحروم من حرم خیره، محروم کسیه که از فضیلت شب 23 بمانه. اینم علامت دوم. نشانه سوم، یک سال ماه رمضان امام صادق بیمار بود، خب نتونستن بیان خیلی از خانه بیرون، شب 23 هم طول کشید. آقا فهمدن امشب بستر منو ببرید مسجد. ببین امام تو خونم میتونست مراسم رو انجام بده مثلا، اما آمدن مسجد، فرمود بستر منو امشب بیارید به مسجد. اینا همه شواهد و نشانه هایی است که شب 23 رو تقویت میکنه. و نشانه دیگر، روایت داریم از امام معصوم علیه السلام، فرمودن این روایت از امام جواد، فرمودن زیارت امام حسین در شب 23 تأکید داره، مساوی است با زیارت 124 هزار پیغمبر. خیلی حرفه، اونم نه زیارتشون، مصافحه. یعنی شما حضرت نوح رو در مصافحه کنی، در آغوش بگیری، حضرت ابراهیم رو، حضرت موسی رو، مصافحه با 124 هزار پیغمبر. این نشان میدهد که این ثواب عظیم بر زیارت ابی عبدالله، اون ثواب بر اعمالی که امشب نقل شده که 2 رکعت نماز امشب داره بخوانید، حمد و هفت قل هو الله، بعدش هم 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه. عجیبه، در روایت داریم کسی این نماز 2 رکعتی رو امشب بخوانه، خودش و پدر و مادرش آمرزیده میشه. این اثرش. سوره انا انزلنا 1000 مرتبه، حالا 1000 مرتبه نشد، مثلا هر چقدر انسان بتونه، مثل قرآن که خودش میگه فقر او ما تیسر، هر چقدر میتونید، تأکید شده. و یکی از تأکیدایی که امشب شده، که حالا الحمدلله شما هم عمل کردید بهش، توصیه شده امشب قاعدن، ساجدن، قائمن، یعنی ایستاده، نشسته، به سجده، دعای سلامتی امام زمان، همین اللهم کل ولیک، خیلی امشب سفارش شده. این راجع به اهمیت امشب که من این چند نکته رو خدمت شما عرض کردم. اما عنوان بحث من امشب، عزیزان، برادران، خواهران، یک مطلبی است که هم تو دعای کمیل اومده، هم چند جای این دعای جوشن آمده بود، تو قرآن هم که خوب هست، و اون بحث امیده. تو دعای کمیل چی میگیم؟ ارحم من رأس و ماله رجا،
رجا یعنی امید. خدایا رحم کن به ما، سرمایه ما امیده. امشب تو دعای جوشنی که خوندید چی گفتید؟ چند جاشم بودا من بگم، یا منتهی الرجایا، آی خدایی که آخر امیدی، یا من هو به من رجاه و کریم، آی خدایی که به هر که به تو امید داره کرم میکنی، یا من لا یرجا الا فضله. اینا دعای جوشن بوده، ببینید همش کلمه رجا توشه. آی کسی که ما به غیر از تو امید نداریم، تو قرآن هم که فمن کان یرجو لقاء ربه، پس کلمه امید که عربیش میشه رجا و بسیارم مهمه. ما امروز تو جامعه نیازمند به امیدیم، نیازمند به امیدواری هستیم. یأس و ناامیدی یه خطره، یه عامل رکوده، یه عامل سقوطه، یه عامل به بن‌بست رسیدنه. خیلی مهمه، امید موتور محرک انسانه، امید عامل نشاط انسانه، امید عامل حرکت انسانه. نقطه مقابلش یأس و ناامیدی، به تعبیر قرآن قنوت، قنوت با تای دستدار، نه ته دو نقطه، چون قرآن یه جا میگه یأوس، یه جا میگه قنوت، یه جا هم هر دوشو به کار برده. اینا خطره. یه چند جمله من امشب خیلی خلاصه، چون میدونید منبر شب مراسم یا باید کوتاه باشه، من ملاحظه هوا، سردی هوا رو هم میکنم. آقایان، خواهران، چرا بعضیا مایوس میشن تو زندگی؟ من 5 تا دلیلشو براتون میگم، بعد راهکار امیدم میگم، خیلی خلاصه میگم. دلایل یأس: 1، عدم اجابت دعا. بعضی وقتی دعاشون به اجابت نمیرسه و خدا قهر میکنه، حالا بچهش مریضه، عرض میکنم خونه میخواد، اولاد میخواد. ببینید خدا که صادقه، خودش هم که گفته ادعونی استجب لکم، دعا کنید من جواب میدم. یه دلیلی داره، یه حکمتی داره اگه شما دعا کردی و اون خواسته شما انجام نشده. هیچ وقت یه وقتی یه کسی اومد پیش امام رضا گفت 3 ساله از خدا یه چیزی میخوام به من نمیده، آقا فهمدن اگه من بهت قول بدم قبول میکنی؟ گفت بله آقا. خدا که قولش از ما خیلی مهمتره، خالق ماست. بدون یه چیزی این وسط هست. خیلی عزیزان ما گاهی به این دلیل مایوس میشن. بدانید اجابت دعا حتمیه، منتها اجابت دعایی نیست که خواسته شما تحقق پیدا کنه. ممکنه شما شفای مریض تو خواستی نشد، اما خدا یه خیر دیگه‌ای بهت داد، خدا جای دیگه‌ای برات جبران کرد، شری رو تو زندگی دور کرد. این 1. عامل دوم گناهه. من دیدم بعضی عزیزان به خاطر سابقه گناه مایوس میشه، حالا هر گناهی، شما که میدونید هر گناهی قابل آمرزشه غیر از شرک. اگه کسی مشرک بمیره مثل ابوجهل دیگه فایده نداره. خدا تو قرآن میفرماید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. چقدر قشنگه، من انقدر این آیه رو دوست دارم. این آیه امیدوار کننده ترین آیه قرآن در سوره زمر. نمیگه گناهکارا، مثل اینکه یه دانش آموز تو مدرسه درس نخونده، معلم بهش میگه فرزندم، دانش آموزم، تو که درس نخوندی، به خودت بد کردی، حقوق منو که میدن، به من که کاری ندارن. خدا میگه، نمیگه آی گناهکار، میگه یا عبادی، هر چی بدی کردی بنده منی، آی بنده من، اسرفو، اسراف کردی، بی‌دقتی کردی، اونم به خودت. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ولی بدون لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نشو. من دیدم بعضیا میگه آقا من فلان گناه کبیره رو کردم. خب آقا قرار نیست، این مثل تو اسلام غلطه که آب که از سر گذشت چه یه وجب چه چند وجب. اگه هور میخواست یه همچین فکری بکنه که هور نمیشد. جادوگرای فرعون یه عمری تو دربار فرعون نون خوردن، لقمه فرعون خوردن، با او زندگی کردن، او رو خدا خوندن. از این بدتر، یه عمری تو دربار فرعون حقوق بگیر فرعون، فرعون رو خدا خواندن، نون او رو خوردن، اما یه لحظه به موسی ایمان آوردن.
قرآن میفرماید وقتی اون معجزه را از حضرت موسی دیدن عوض شدن. ما تو اسلام بن‌بست نداریم، ما دور برگردون تو اسلام خیلی داریم. امشب یه دور برگردون عرفه هست، عید فطر هست، انواع و اقسام راه‌های بازگشت. ببینید شما یه کلمه تو قرآن خیلی شنیدید به نام انابه، الف نون الف ب، انابه منیبین، انابه یعنی بازگشت. مرتب خدا تو این جاده زندگی بازگشت گذاشته، میگه برو کربلا برگردی، برو زیارت امام رضا برمیگردی، بیا عرفه، بیا شب 23. گاهی بعضیا به خاطر گناه مایوس میشن. زندگی حر و امثال حر به ما نشون میده نباید مایوس شد. بله مسخره نکنیم، گناه رو تکرار نکنیم. استغفار غیر از استهزاست. واقعا تصمیم بگیره انسان کنار بگذاره. چرا یأس؟ عامل سوم یأس احساس پوچی و بی‌هدفی است. شما دیدید گاهی در کشور گوشه و کنار میشنوید فلان اتفاق افتاد، فلانی به زندگیش پایان داد. اگر کسی هدفدار باشه، معتقد به دین باشه، به پوچی نمیرسه. این کسانی که احساس ناامیدی پیدا میکنن به پوچی میرسن، علتش اینه که اتکال به خدا نداره. دنیا رو میبینه، آخرت رو نمیبینه، جایگاه خودشو در عالم گم میکنه. بابا 7 سال حضرت ایوب این همه مصیبت و سختی دید، یک کلمه گله نکرد، فقط گفت خدا مسنی از زور، به من خیلی سختی رسیده، اما و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین. پیغمبر خدا این همه سختی تو مکه کشید، 950 سال نوح پیغمبر. به بعضی هم میگه من که پیغمبر نیستم، مگه من گفتم شما پیغمبری؟ اون یه رسالت دیگه ای داشت. آدم هایی که نگاهشون به زندگی نگاه هدفدار نیست. دین به آدم هدف میده، جهت میده، مسئولیت میده، از بین میبره یأس رو. این 3 تا عامل یأس. عامل 4 شکسته. بعضی عزیزان ما تو زندگی دچار شکست میشن. آقا بالاخره یه زندگی رو شروع کرده، خدایی نکرده به طلاق منجر میشه، که امیدوارم به آبروی امام زمان در این شب ریشه طلاق از کشور ما ریشه کن بشه. یه زندگی رو شروع کرده دچار مرگ همسر میشه. بعضی عزیزان جوان همسر از دست. یه اولادی رو بزرگ کرده خوب با تربیت به جوانی نوجوانی، با یه تصادفی حادثه ای از بین میره. شکست ها، گاهی اتفاقات اینطوری تو زندگی. عامل 4 و 5 مصیبت ها، اینا رو با هم میگم، این دوتا رو، شکست و مصیبت، گاهی بعضی ها رو مایوس میکنه. همه اینها جوابش یک کلمه است: ارحم من رأس و ماله رجا. کسی که رجا و امید به خدا داشته باشه، نه در زندگیش عدم اجابت دعا، نه گناهان گذشته، نه شکستها، نه مصائب، نه احساس پوچ، اینا هیچ کدام نمیذاره مایوس بشه، غلبه میکنه. راهش هم آقایون 2-3 کلمه است. گفتم من خلاصه امشب حرف میزنم. راه غلبه بر یأس 2-3 کلمه است. 1، شناخت خدا. همین دعای جوشن دعای امیده. شما نگاه کنید، یا رفیق، یا شفیق، یا قادر، اینا امیده دیگه، به شما داره امید میده. دعای جوشن به شما میگه بگو یا ارحم الراحمین، یا قیاس المستقیسین، یا این 1000 اسم خدا هر کدومش یه معنایی داره. یا سرور العارفین، خدایا تو شادی دلی، چرا مایوس بشم؟ اگر کسی خدا رو خوب بشناسه یأس تو زندگیش نمیاد. علت این که خیلی ها دچار یأس میشن چون آشنا نیستن با قدرت خدا، با عظمت خدا، با حکمت خدا. امیرالمومنین نهج البلاغه است، فرمود بدانید تو زندگی گاهی شدت هایی پیش میاد، ولی با هر شدتی راحتی هست.
یه عسری پیش میاد، با هر عسری یسری هست. فرمود گاهی تو زندگی دچار ضیق و تنگی میشید، بدونید حتما یه راه گریزی هست. روایت داریم یسر میره عسر رو از بین میبره، ولو عسر در جایی مخفی شده باشه. معلومه شما چی فکر میکرد یوسف تو اتاق دربسته که وقتی در باز شد و اون آقا آمد و یوسف رو دید، اگر اون بچه به داده یوسف نرسیده بود گردن یوسف رو زده بودن. یه بچه ای میاد یوسف رو نجات میده. چی فکر میکرد حضرت موسی وقتی رسید به دریا لشکر فرعون هم پشت سرش یه عصا دریا بشکافه اینا رد بشن؟ چی تصور میکرد یه تار عنکبوتی پیغمبر رو حفظ کنه؟ یه نوزادی تو گهواره حرف بزنه مریم رو از تهمتها نجات بده؟ این خدا که عوض نشده. یه یاکونی بردن و سلاما ابراهیم رو تو آتش حفظ کنه؟ بابا چرا اعتقاداتون ضعیف شده؟ چرا اعتقاداتمون ضعیف شده؟ معرفتمون رو به خدا قوی کنیم. ما رمضان داره تمام میشه، هفته آخره، زنده باشیم نباشیم خیلی عزیزان ما امسال نیستن در بین ما. جوانها، برادران، خواهران، با خدا رفیق باشید، به خدا آگاهی داشته باشید. راه امید اینه توکل به خدا کنید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا رو تکیهگاه خودتون قرار بدید. و نکته دوم، هیچگاه استعدادهای خودتون رو نادیده نگیرید، مثبت نگر باشید. من دعا میکنم ولی خیلی تأسف میخورم بر این کسایی که گاهی از خواص مرتب تو فضای مجازی بر ناامیدی میدمن، همش میخوان یه جوری نقاط ضعف کشور، نقاط ضعف نظام، نقاط ضعف. بابا مسئولیت پیش خدا، یه کشورهای دنیا رو هم ببینید، اوضاع رو هم ببینید. شما با این پیامهاتون، با این حرفاتون، حالا جالبم است گاهی کسانی این حرفا رو میزنن که بالاترین سطح زندگی رو داره تو این کشور، از به خیلی جاها رسیده، هیچی نبوده و در این کشور مطرح شده، وقت این آدم حرفایی میزنه. این به خدا شما مسئولید. این جوانی که شما رو الگوی خودش قرار داده، شمایی که اگر این جوان بیاد خانه تو ببینه، زندگی تو ببینه، ماشین تو ببینه، به همه جا رسیدی تو همین تلاشهایی که تو کشور کردی، امروز میای حرفایی تو فضای مجازی قرار میدی که این جوان عزیز دانش آموز، دانشجو ناامید بشه، مایوس بشه، ترک درس کنه، خدایی نکرده منجر به ترک زندگی بشه. شما جواب خدا رو چی خواهی داد؟ آقایون مثبتات رو ببینیم، استعدادها رو ببینیم، توانمندی های خودمون رو ببینیم. کسی منکر مشکلات کشور نیست، باید تلاش بشه، باید رفت بشه، اما اینی که افرادی رسالت خودشون رو ایجاد ناامیدی در جوانها و مردم میبینند و فرض این که خودشون زندگی های خوبی دارند، این خیلی بده. پیغمبر گرامی اسلام در یک شرایطی در مکه بود که قرآن میگه وزعنا عنک وزرک الم نشرح لک صدرک وجدک، سوره والضحی دیگه، الم یجدک یتیما فآوا، یتیم بود، فقیر بود، و وجدک عائلا فاقنا، یه مش گمراه دورشو گرفته بودن، تو اون شرایط بین گمراهان با اون فقر، با اون یتیمی، مادر رو 6 ساله از دست داد، پدر رو قبل از تولد از دست داد، جدشو 8 ساله از دست داد، اما همواره امیدش به خدا بود. این همه بحث من امشب شب جمعه. ارحم من رأس و ماله رجا، خدایا رحم کن به ما که سرمایه‌مون امیده. همیشه امیدتون به خدا باشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اون جاهایی که ناامیدید امیدوارتر باشید. کن لما لا ارجو ارجا، اون جایی که فکر میکنی همه روزنه ها بسته است، در ناامیدی بسی امید است. نه، خدای تبارک و تعالی روزنه ایجاد میکنه. یکی از صفات خدا تو دعای جوشن امروز خوندید، امشب خوندید، یا مسهل
خدا مسیر رو باز میکنه، تاریخ اینو نشان میده. انشاءالله خداوند به همه ما امید بده، یأس رو از زندگی ما و جوانان ما دور کنه و دعا میکنم انشاءالله عاقبت هممون ختم به خیر بشود انشاءالله. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. یه زیارتنامه ای داره امیر المؤمنین تو مفاتیح، از قول امام حادیست. من این زیارتنامه رو اشاره کنم و روزه منم امشب همین باشه. چیه اون زیارتنامه؟ اینه: السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. یعنی علی جان سلام بر تو که اول مظلوم عالمی و اول کسی هستی که حقت غصب شد. السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. چرا اول مظلومه؟ چرا؟ جلو چشمش به همسرش جسارت شد، سالها حق بسلمش غصب شد، فرمود به خدا قسم تو کوچه های مدینه به من فحش می دادن. ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمزیت و قلت ما یعنینی. سالها سب امیر المؤمنین کردند، نام علی جرم شد. اینا مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام. می دانید مثل 21 ماه رمضان وقتی آقا شهید شد، 7 ماه بعد اینا تو کوفه بیشتر نماندن، یعنی در ماه جماد الاولا تقریبا 7 ماه 8 ماه بعد امام حسن وقتی مجبور به صلح شد، به زینب کبرا و ام البنین و خاندانشون فرمودن آماده شید برگردیم مدینه. در سال 41 هجری اینها از کوفه آمدن به مدینه، دیگه هم تقریبا کوفه شاید بر نگشتن. تا کی؟ تا سال 61 هجری. تا سال 61. سال 61 چجوری آمدن کوفه؟ در حال اسارت، در حالی که سر مقدس ابا عبدالله بالای نیزه بود. مردم کوفه صدای علی رو شنیده بودند، مردم کوفه خطبه های علی رو گوش کرده بودند، اما از سال 41 دیگه خاموش شد، دیگه کوفه علی رو ندید. تا سال 61 مجدد مردم جمع شدن تو کوفه، گفتن این کیه داره سخنرانی میکنه، صداش مثل صدای امیر المؤمنینه، کسی نیست جز زینب کبرا دختر علی. وقتی تو دروازه کوفه شروع کرد سخنرانی، ذهن مردم برگشت به 20 سال قبل، گفتن گویا علی ابن ابی طالب زنده شده. دشمن احساس خطر کرد، ابن زیاد احساس خطر کرد، نکنه مردم محبین امیر المؤمنین تو کوفه بیرون بریزن. گفت زینب رو ساکت کنید. گفتن چگونه؟ چگونه؟ یک کسی گفت سر مقدس ابا عبدالله رو ببرید مقابلش. زینب 2 روز برادرش رو ندیده، اگه سر حسین رو ببینه دیگه خطبه رو قطع میکنه. سر رو آوردن مقابل کجاب، سرم داره قرآن میخانه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تا صدای صوت قرآن حسین رو شنید آرام شد، رو کرد به سر، گفت برادر غروب نیست، غروب نیست، چرا هلال دمیده؟ بابا ظهره، شما هلال شب اول ماه رمضان رو خیلی با سختی میبینید، چطور شده هلال من ماه من میان آسمان آمده؟